به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن گرم و شرجی که هوایی مانند بعضی از روزهای آبادان و گیلان خودمون رو داره با شما خواهم بود در ساعتی که در پیش رو هست. همراه میهمانان جمعه شبهای تفسیر خبر مرور میکنیم، نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها و رویدادهای ایران و منطقه در هفته‌ای که گذشت، از جمله آنچه که در عراق میگذرد و آنچه که در عرصه برنامه اتمی ایران گذشته و در حال گذر است و نیز نگاهی خواهیم داشت به روند اختلافات میان دو جناح جمهوری اسلامی. در حال حاضر دعوا به اینجا رسیده است که به چه طریق جناها مردم تحت سلطه خود را به بهشت ببرند، با مهربانی یا با شلاق. با من و شما هستند در لندن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازگارا. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما. درود به جناب جمشید چالنگی عزیزم، دکتر سازگارای عزیز که سرما هم خورده از سفر کانادا با سرما برگشته و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارا خوش اومدید با سرما خوردگی هرچند. من هم عرض سلام و ارادت دارم آقای چالنگی خدمت شما، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و پیشا پیش از همه بینندگان و شما عذرخواهی میکنم که سوغات سرماخوردگی آوردم و صدای اینطور گرفته. برحال امیدوارم که هر چه زودتر خوب بشین. خوشبختانه سرماخوردگی هم بینندگان ما هیچ نگران نباشن، از طریق تلویزیون مصری نخواهد. آقای نوری‌زاده قبل از هر چیزی ما میخواستیم که این تکلیف این حکومت بدونیم با ورزش و مردم چی هستش. ببینید جام جهانی تموم شد، تیم ملی ایران، فوتبال ایران به هر حال به خونه بازگشت، یا بچه‌هایی که تو تیم‌های اروپایی بودن سر کار و زندگی خودشون جای دیگه میرن. همزمان والیبال بوده در ایران، تنها کشوری بوده ایران که یک گروه اومده ترانه ساخته، موسیقی ساخته برای تشویق تیم مورد علاقهش، تیم ملی کشورش، گروه رو گرفتن زندان کردن. هیچ جای دنیا این کار رو نکردن. اینا چی هست؟ یا والیبال دخترای ایرانی ناچار شدن برن پرچم برزیل بگیرن دستشون، لباس برزیلی بپوشن برن والیبال تیم ایران و برزیل رو نگاه کنم، بعد آقای پور محمدی و بقیه هم راجع به ورزش هزار نظر. شما بفرمایید چی هست؟ بله، برای اینکه اهالی ولایت فقیه فعلا مشغول زن دادن امام زمانن. یه زن تو تهران بهش دادن زمان شاه که حالا معلوم نیست اون زنه الان چند سالش شده و بچه‌ها تکلیفشون چی میشه. بعد امام زمان دائمی هست، اونا اگه بمیرن بعد این همه بچه و نوه و نبیره و اینا، خلاصه از روز اولم اگه امام زمان تو کوفه و تو نمیدونم بخارا و توی شیراز و غیره همینجوری زن گرفته، این بچه‌ها تکلیفشون چیه؟ این البته باید از حجت الاسلام قزاوینه یا کاسپیانی، چون در امریکا بر دریای مازندران کاسپیان سی میگن و عربا میگن بحر قزوین، حالا بنابراین قزاوینه باید حجت الاسلام کاسپیانی بشن در امریکا. حضور درس کنم آقای چالنگی، خارج از شوخی، در جمهوری ولایت فقیه ورزش هم یک وسیله است برای کلک، برای فریب، برای حق بازی. یعنی اگه قهرمانای ما پدر خودشون رو دارن در مجامع بین‌المللی قهرمان بشن، این برمیگرده به دعای حجت الاسلام احمد خاتمی.
بنابراین اعتباری برای ورزش به عنوان یک پدیده مهم در جوامع امروزی بشری قائل نیستم. من مسابقه ایران و بوسنی رو که تماشا میکردم به یاد ساراییوو بودم 15 سال پیش، به یاد زمانی بودم که پرزیدنت کلینتون به یاری مسلمانان وارد معرکه شد و شهر ویران، بوسنی تکه پاره، کشت و کشتار. چجور یه ملتی تو 15 سال خودشو میسازه که تیمی به این زیبایی میفرسه به جام جهانی، و ملتی مثل ما که تاریخچه فوتبالش برمیگرده به زمان رضا شاه، از اونجا شروع شده. ما اومدیم، بازیکنای قدری داریم، گلر ما واقعا درجه یکه. اینا اگه فضای ذهنی آرام داشته باشن وقتی همراهشون یکی رو میفرستن که شب براشون نوحه خونی کنه، خب معلومه که اینا روحیه که دارن تو میدان چجوری هست. یک مربی درجه یک داشتن، این مربی رو به خاطر مافیای آقای کفاشان و مافیای پشت پرده اون یکی، این مربی رو تمدید نمی کنن قراردادشو. خیلی طبیعیست بچه ها روی خوبی ندارن. در برابر آرژانتین دیدیم چقدر زیبا بازی کردن، ولی این دفعه چه پشت پرده چه شده بود که بعد کارلوس کیروش بیاد خداحافظی بکنه و اونجور متأثر باشه. خب اینا همه بیلیاقتیست. شما وقتی شاگرد سوهان فروش رو بهش درجه سرلشکری میدید، بعدم میکنینش رئیس ورزش ایران، طبیعیست تکلیف ما هم همین خواهد شد. این استعدادها و قابلیتهای جوونا تک تک بروز میکنه تو صحنه‌های ورزشی، به ویژه در ورزش‌های تک نفری مثل کشتی و وزنه برداری. ولی وقتی به ورزش‌های جمعی میرسیم، این غیر از مربی هدایت ذهنی میخواد، تیمای دیگه روانکاو باهاشونه، روانشناس باهاشونه، وسایل آسایش و راحتیشون هست. این تیمی که اجازه نداره بره بیرون اگه با یه دختر حرف بزنه پرونده براش میسازن، چه انتظاری ازش داریم؟ برابر این ورزش هم قربونت برم مثل بقیه پدیده های دیگه، یه عمامه سرش گذاشتن و یه پاسدارم کنارش واسده، شده یه دکان پول در آوردن، یه عده آدم بیان اونجا پول درارن میلیونر بشن. اصلا براشون اهمیتی نداره که نسل جوان ما، ورزشکارای ما در رفاه باشن. این آقای نوری‌زاده، این به جای خود، ما اصلا فکر نمی‌کنم بینندگان ما توقع بیشتر از این داشتن یا دارن. بس مثلا این هست که به قول شما دکتر روانشناس با تیمای دیگه میره اینا، خب سوهان اعصاب میفرستن، ماموران اطلاعاتی جای دیگه، اونم بحثای دیگه است. بس این بقیه کارها چی؟ در داخل مملکت داخل گرفتن یه گروهی که موسیقی ساخته برای این تیم. خب ببینید، وقتی شما در کشوری هستید که باید نگاه کنیم، آخه بیله دیگ بیله چغندر گفت، نگاه بکنیم چه کسانی سرپرست امور هستن، نگاه کنیم چه ذهنیت‌های حقیر و کوچک و نادان و جاهلی مسئولیت امور رو بر عهده دارن. طبیعیست میرن بچه ها رو تو شاهرود میگیرن، چون یه آهنگ با حجاب اتفاقا درست کردن، پرچم جمهوری ولایت فقیه هم دستشونه، و بعد قبلا با اون گروه هپی چی کار کردن، حالا هم با این بچه ها. اما اینا مهم نیست آیه چالنگی. برای من یه چیز اهمیت داره، تمام روزنامه های بین المللی، روزنامه های ورزشی، مفسرا، منش تیم ایران، رفتار بازیکنان ما به ویژه بعد از اون که پنالتی رو براشون نگرفتن ستودند، و این برای من اسباب افتخاره که 35 سال جمهوری اسلامی نتونست اینا رو اسلامی بکنه، مثل خودش، اسلام به تعبیر خودش. من این نکته رو بگم که یه دوست هلندی من که سالها دوست هستیم و فوتبال رو به دقت دنبال میکنه و تیم ایران رو هم به دقت و همینطور ایران رو خیلی خوب میشناسه و به ایران هم سفر کرده، بعد از هر بازی ما با هم در تماس بودیم، حرفی که میزد میگفت آقا حکومت ایران اومدن تیم فوتبال برای چیشه وقتی اینطوری اینقدر مصیبت و اینا هست، بهتره دیگه اصلا فوتبال هم بذاری که نه، بسیجی های خودشو بفرسته برای جام جهانی. حالا به طنز میگفت، ولی خب حرف دا واقعا بازتاب دهنده یک واقعیتی هم بود این حرف دوست هلندی بنده. آقای سازگار از شما میشنویم، آخه این بلبشویی که از اول که اومدن با تمام ترفندها اومد، یعنی اومدن گفتن آقای احمد خمینی به به
حجت الاسلام و المسلمین احمد خمینی نیستش که پسر یه آیت الله جزو تیم شاهین قوم هم بوده و فوتبال بازی میکرده و از این حرف با این چیزا آمدن، ولی امروز روز ما میبینیم کسی برای فوتبال کاری میکنه باید بازداشت بشه و بقیه چیزا. بله آقای چالنگی، من هم به سهم خودم اولا پیروزی بچه های والیبالیست رو واقعا تبریک عرض میکنم. والیبال ایران به سطح اول دنیا اومده و انصافا بازی درخشانی دارن، منتها همین والیبال هم مسئله راه ندادن خانوم ها به استادیوم گوشه دیگه ای از مشکلات ورزش ایران و کل مدیریت ایران نشون داد که آقای روحانی به عنوان رئیس دولت، مشاور ایشون، معاون ایشون همه گفتن هیچ اشکالی نداره، خانما میتونن برن توی استادیوم، اما نیروی انتظامی، سپاه و قوه قضاییه و قرارگاه سارالله سپاه اونا ظاهرا تصمیم میگرفتن و دخترای مردم رو جلوی استادیوم کتک زدن. حاصلش هم این که گرفتن بردن زندان، 6 ساعت نگه داشتن، بازجویی کردن و حاصلش هم این که فدراسیون جهانی والیبال اعلام کرده که در ماه آگست رسیدگی میکنه و من امیدوارم که با فشار فدراسیون جهانی لااقل درهای استادیوم روی دختران ما باز بشه. در فوتبال هم آقای چالنگی گرفتاری مدیریتی، گرفتاری سوء مدیریت و فساد بیداد میکنه. این آقای کروش که کارنامه خوبی در این جام جهانی از خودش به جا گذاشت، قبل از بازی ها گفت معلوم نیست چه خونی به جیگرش کرده بودن که گفت من بعد از بازی بوسنی میرم حقایق رو میگم و بعدم خداحافظی میکنم و میرم. همین کار رو هم کرد، ظاهرا از قراری که خبرگزاری ها گفتن بچه های تیم ایران با چشم گریون در رختکن مربیشون رو دوست داشتن، ازش خواهش کردن بمون، ولی خود او هم گفت که بازیکنان ایران تا ابد در دل من هستن، بچه های منن، علاقه دارم ولی نمیمونم. ظاهرا مهرم حلال جونم آزاد، آقای کروش تصمیمشو گرفته که بره از تیم ایران. باز خود ایشون هم جالبه، همه مسئولین دست اندر کارا خیلی ها گفتن خیلی کار خوبی کرده، تا رئیس دولت آقای روحانی تبریک گفتن، ولی الان داره خداحافظی میکنه و میره. به نظرم نابسامانی ها و سوء مدیریت ها علی رغم شایستگی های جوان های برومند ما که واقعا آدم هضم میکنه، به قول یک دوست امریکایی ما میگفت شاید خوش قیافه ترین و خوش قد و بالاترین و با منشترین تیم این جام جهانی تیم ملی ایران بود، که سابق همیشه میگفتن تیم ایتالیا خوش قیافه است و خوش استیل، تیم ایران واقعا یکی از یکی برازنده تر و بهتر و بازیکنانی خوب درجه اول، اما گرفتار این حاشیه ها و این سوء مدیریت ها و این چندگانگی ها که در همه شؤون کشور دیده میشه. من یه چیز دیگر ما چالنگی به عنوان تأسف خودم باید عرض بکنم، الان شما هم در امریکا تشریف دارید، بندم هستم اینجا، تیم امریکا هم رفته جام جهانی که دیروز صعود کرد از گروه خودش. تمام شهرهای بزرگ، شیکاگو، لس آنجلس، اتلانتا، همین واشنگتن دی سی، توی پارکا، توی میادین تلویزیون گذاشتن، هزاران نفر جمع میشن، پسر دختر شادی میکنن، میزنن، میرقصن و این جام جهانی اسباب شادی و مسرت جوانای این کشور هاست. با هم دیگه یه کار جمعی شده در آمریکایی که تازه این ساکر به اصطلاح این فوتبال ما خیلی توش ورزش درجه اولش نیست، و اون وقت شما ببینید در ایران رستوران ها رو منع کردن، کافی شاپ ها رو که چند جا هم نشون دادن خط و نشون کشیدن نمیشه، سینما ها رو منع کردن، استادیوم ها که راه نمیدن،
و 4 تا جوون هم اومدن آهنگ هم ساختن، یه خوخ تو دلشون کردن گرفتن، برای اینکه ترسشون از این بود که جوانای ما شادی بکنن. اینها نگرانند که دل مردم شاد باشه، برای اینکه باید غم تو دل مردم بکنن دائما. آقای سازگار، ما چرا آمریکا رو مثال بزنیم؟ خود کشورهای نزدیک خودمون، عربستان، مردم در اماکن عمومی، کشور مثل لبنان با وضعیت اقتصادی که داره، وزیر اتصالاتش آقای نوروزاده اطلاع داره در چند روز مونده به جام جهانی گفت ما سرویس های بیشتری میدیم به خونه ها، کیبل هایی که دارن، تلویزیون کیبل، ماهواره های دیگر هم براشون میاریم روی کیبل که بتونن ببینن به طور مجانی. الجزایر تیمش رفت به دور دوم، همه این کارها در الجزایر. شما دیروز اگر تلویزیون ها رو میدیدید، روسیه رو مساوی کرده بود، میدیدید که چه قوقایی بود و دولت هم چه امکاناتی براش فراهم کرد. اما آقای نوریزاده، این که بچه های ایران بچه های خوبی بودن، همه تیم خوب بازی کرد، همه اینا درست، همه اینا رو با میدونم، یه بدون رو درواسی بینندگان هم غریب نیستن، در ایران دختران و زنان ایرانی محروم هستن از رفتن به سالن های ورزشی، جلوشونو میگیرن، کتکشون میزنن، همه اینها. یک بار نشانه ای از اعتراض از بازیکنای هم از فوتبال، والیبال، بسکتبال ما نمیبینیم همراهی با این موضوع. آقای چالنگی، چرا 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 فقط رو بازیکنا بگی؟ مردم چرا؟ چرا 60,000 نفر میرن تو استادیوم، اونا چرا نمیرن؟ ببینید این مسئله بله فقط... همه من جامعه من کاملا موافقم. جامعه ما بی تفاوت شده. ببینید هیچ کس نمیاد کسی رو با تپانچه تو سرش بذاره که تو برو تو استادیوم مسابقه تماشا کن. اگر این مشتاقان ورزش فوتبال دم در استادیوم می ایستادن اما تو نمی رفتن، می گفتن خواهران ما هم باید بتونن بیان تو استادیوم، اون وقت خیلی وضع فرق می کرد. ولی راحت میرن میشینن، تخمشون هم میشکنن، فوتبالشون هم میبینن، عین خیالشون هم نیست که خواهرش، مادرش، همسرش، اونا بیرون موندن و مجال ورود ندارن. یعنی فقط ورزشکارای ما نیستن، یه جامعه ای با این بیتفاوتی داره خون میکنه و این خیلی بده، بسیار بده. وقتی که ایران مساوی کرد با نیجریه، مردم ریختن تو خیابونا، اون شادی رو که دیدیم، یا حتی بعد از بازی با آرژانتین، با وجود باخت ناجوانمردانه ما و نگرفتن پنالتی ما، با این وجود مردم ریختن تو خیابون. خب زن و مرد شادی میکردن، فریاد زنان شاید بیشتر از مردان، همون قدم باید حق داشته باشن تو مسابقه بیان تماشا کنن. و این جامعه ما بعد از این بیتفاوتی بیاد بیرون. هر کاری اینا دلشون میخواد میکنن، امروز گرون میکنن، بالا میبرن، صدایی از جامعه در نمیاد. این خیلی بده، یه جامعه بیتفاوت. آدم مقایسه میکنه با مصر، واقعا من مصری ها برام سرمست شدن، نمونه شده این ملت. یا حتی همین عراق الان نگاه کنید، این فقط داعش نیست، هزاران هزار سنی عراقی هم که شورش کردن علیه مالکی، بابا مردم واکنش نشون میدن. ولی در ایران ما اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاده. اون زمانی که تو سربازی بودیم میگفتن همیشه توی غذاها کافور میریزن، من نمیدونم به 75 میلیون ایرانی کافور دادن، چی شده که این بیتفاوتی نسبت به یکدیگر تو جامعه ما تسری پیدا کرد؟ به این مسئله کافور هم اتفاقا خواهیم رسید آقای نوریزاده. کافور و حکومت اسلامی چه ارتباطی پیدا میکنن در این روزها؟ اما آقای سازگار، در همین زمینه، من اگر ورزشکارا رو میگم به خاطر اینکه برد داره، مثلا در جریان جنبش سبز یکی دو تا از ورزشکارای ما یا چند تاشون صحبت کردن، مثل آقای علی کریمی، خب برد داره. یا هنرمندا رو که میگیم برد بیشتری داره. زمینه‌ای مثل جام جهانی هست که البته می‌بینیم سفیر برزیل دست یکی از فامیلشون گرفته برده، بسیارم کار خوبی کرده سفیر جمهوری اسلامی در برزیل، اون دختر اسپانیا بره مسابقات ببینه. ولی همین آقای سفیر تهران جمهوری اسلامی در برزیل چوب و چماق هم برمی‌داره، مانع رفتن دختران دیگه به استادیوم‌ها در تهران میشه. بگذاریم، چرا چنینه؟ چرا قیمتی، کاری، اقدامی؟ مردم به جای خود، ولی ورزشکارای ما، فلان بازیگری در تیم انگلیس یا آلمان بازی میکنه با قراردادهای بسیار خوب، شایستش هم هست، باید هم بگیره، بسیار دیگه هم هستن بچه های دیگه، ولی خب تریبون های هم در اختیارشون هست.
والا حالا مسئله بازیکن ها که مسئله ایش که طبیعتا ترس دارن، نگرانن از اینکه از هستی ساقط بشن، خط بخورن، سرکارشون لابد به اوین و زندان و بازجویی بیفته اگر اعتراضی بکنن، یا ممکن موارد دیگه نمیدونم واقعا های چالنگی. ولی فرمایش شما در یک چارچوب بزرگتر میشه کاملا قرارش داد و اون این است که 35 سال زنان جامعه ما، نیمی از جامعه ما هستند، برای حقوق مساوی تلاش میکنند، یک مقاومت مدنی جانانه در مقابل حجاب اجباری کردند در این 35 سال و واقعا روزی نبوده، ساعتی نبوده که زنان ما این مقاومت رو در کوچه و خیابان نشان ندن، علارغم تمام فشارها و لشکرکشی های حکومت. زنان ما کمپین های مختلفی رو به راه انداختن، مثل همین کمپین ورود به استادیوم ها که چند سال پیش دختران فعالی جلوی هر استادیومی تجمع می کردن، یا مسئله حقوق خانواده و غیره و غیره. اما یک مشکل بزرگ این است که مردان ما هنوز در یک جامعه مرد سالار و در یک تفکرات مرد سالارانهی به سر میبرند، بخش بزرگی از مردانمون، نه همه مردان، که همراهی لازم رو با زنان نمی کنند. در حالی که واقعا به قول این دوست عزیز من آقای اسلوبو که از رهبران اون جنبش آتور سروستان بود، دانشجوی اون موقع دانشجوی بسیار فعال و باهوشی بود و الان واقعا یکی از تاکتیسیان های خیلی خوب مقاومت مدنی است، یک بار با هم صحبت میکردیم، من همطوری نظرش رو میخواستم بدونم در باب ایران و مبارزات مدنی در ایران. بهش گفتم به نظر تو مثل ماجرای نمک که گاندی مطرح کرد و هندی ها رو بسیج کرد، چه چیزی در ایران یک چنین استعدادی داره؟ بلافاصله گفت، به درستی هم گفت، شما شک نکنید مسئله زنها در ایران و حقوق زنان چندین و چند برابر مسئله نمک یا هر موضوع دیگه در هر کجای دنیا، حتی آپارتاید در آفریقای جنوبی توان بسیج عمومی داره. فقط باید مردها رو آموزش داد، متوجه کرد که دفاع از حقوق زنان در ایران از ریز تا درشت، حقوق وارد شدن تو استادیوم تا حق طلاق تا حق حضانت بچه، ده ها موضوعی که زنان ما مورد ظلم قرار میگیرند، مردها باید بپیوندند به زنان. این به نظر من بیشتر سرزنشش متوجه جامعه مردانه ایرانه. به هر حال فکر میکنم آقای چالنگی، به قول آقای موسوی اردبیلی، یک بار ایشون، من از خود ایشون شنیدم، میگفتش که من فکر میکنم که آخرش ما آخونده رو این زنا سرنگون میکنن. من هم با آقای اردبیلی موافقم، مقاومت جانانه زنان ما ساختار جمهوری اسلامی رو به هم زده و در انتها هم یکی از مهمترین نیروهاییش که به هم خواهد زد. بدون هیچ تردیدی زنان از 23 بهمن ما آغاز کردن و تا به امروز همونطور که میبینیم در مجلس شورای اسلامی هم همچنان علیه زنان سخن گفته میشه و اینکه حجابشون چنین باید باشه چنان باید باشه، وزیر کشور ولایت رو میخوان بکشن به سوال و جواب درباره حجاب بانوان. اما آقای این گفتید مجلس، این تأسف خودم رو هم عرض میکنم، این آقای علی مطهری گاهی حرفای خوبی میزنه، اما هفته گذشته در مجلس فیلم رفته نشون داده، جوراب ساپورت که خانما میپوشن مسئله اصلی ایشونه. بله بله، حالا به همین موضوع ساپورت رو غیر قانونی بکنید، شما رو به خدا ببینید سطح بینش و برخورد یه آدم باید کجا باشه که بخواد که قانون بگذرونن دخترات ساپورت نپوشن. خب ببینید، این روز ما اشاره کردیم، آقای خمینی از روز اول گفت، با صدای بلند هم پنهان هم نکرد،
گفت اسلام برای شما از خیابان تا صندوق خونه خونه دستورالعمل داره. جمله‌ای که نشنیده گرفتش. الان عملا میبینیم رفته رفته این گفته های آقای خمینی عملی شده و در صندوق خونه که مدت ها اومده اتاق خواب همه جا. این قضیه مجلس کافور رو که گفتم ارتباطش پیدا میکنه اینجاست. مجلس شورای اسلامی، مجلس ولایت ظاهرا هیچ کار دیگه نداره غیر از مسائل اتاق خواب ملت. کار دیگه نداره غیر از حجاب مسلمین مسلمات و کارهای دیگه نداره. این همه مسئله تو این مملکت و این کشور هست که ناشی از خود جمهوری اسلامی بوده. ظاهرا داره کار رو به یه جایی میرسونه که کافور هم میگن که کسی بخوره بگیرن زندانش کنن، بگن آقا حکومت اسلامی امنیت ملی قیام کردی. بفرم شاملو نازنین وقتی گفت خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد، بی دلیل نگفت. در جمهوری ولایت فقیه به اینجا هم رسیدیم. یعنی ببینید همونطور که اشاره کردید آقای خمینی آتشی رو روشن کرد، فتنه ای رو پایه گذاشت که طبیعتا خودش نموند که ابعاد مختلف این فتنه رو ببینه، اما جانشینش رو که میتوانست به خاطر نوع نگرشش یا آدم دیگه باشه در چنبره این قید و بندها گذاشت و از او یک خامنه ای امروز رو ساخت. متاسفانه این میراث آقای خمینی میراث بسیار خطرناکی بود. تمام این داعش و نصرت و گروه های تروریستی از همون فتنه برمیخیزن. زمانی که آقای خمینی آمد و گفت آره یا آخوندی میتونه از گوشه نجف باشه بیاد، حکومت 2500 ساله شاهنشاهی رو سرنگون کنه. حالا دیگه هر جوجه آخوندی، هر حافظ قرآنی از حجاز گرفته تا پاکستان راه افتادن که حکومت رو به دست بگیره. الان هم در ایران ببینید مسئله زنان که داریم بهش اشاره میکنیم، چند تا مسائل اصولی هست که در جمهوری ولایت فقیه اینا اساس و پایه حکومته، اساس و پایه نظامه. اینایی که فکر میکنن آقای مطهری آدم متفاوتی اشتباه میکنن. آقای مطهری فرزند کسی است که به ایرانیا بدترین ناسزاها رو به خاطر نوروز و چهارشنبه سوری میده و بعضیا رو سرشون حلوا حلوا میکنن و کنگره بین‌المللیش هم را میندازن. بالاخره این در اون خانه بزرگ شده، اون از اون افکار متأثره، برای همین برای یه جورابم عربده میکنه. آقای جنتی وزیر ارشاد کنونی هیچ فرق نمیکنه. حالا آقای جنتی وزیر ارشاد حداقل یه تفاوتی که با آقای علی مطهری داره به خاطر سالهایی که در خارج زندگی کرده، حداقل بلده حرف بزنه، بلده یه جوری حرف بزنه که به هر حال متفاوت باشه با بقیه. ولی آقای علی مطهری اگر دفاعی از آقای موسوی میکنه به خاطر اینکه با هم رفیق بودن، رفت آمد داشتن، یا با پسر آقای کروبی دوست بوده، یعنی این به خاطر اعتقاد به دموکراسی نیست. و بعد در این مجلس شما همین آدمایی رو که دارید اشاره میفرمایید، من دارم این نمایندگان رو میبینم، خیلی هاشون رو بریم گذشته هاشون رو نگاه کنیم اینا چی کاره بودن. طرف ببینید توی شهرستان در یه نقطه‌ای دوچرخه سازی داشته، نمیدونم توی مسجد سرایدار بوده، بعد اومده با سپاه ساخته، با کی ساخته، با فرماندار اومده شده که در همون فیلم مارمولک یه نمونه شونو میدیدیم، چلو کباب میداد و پوستر چاپ میکرد. این آدم ها اومدن شما نماینده مجلس، ما انتظار نداریم که تو این نماینده مجلس ما بیاد کاری رو بکنه که مثلا معتمن الملک میکرد، یا تو همین آخری ها بهم نگاه کنیم. ما نمایندگان بسیار برجسته‌ای تو مجلسمون داشتیم، ما دکتر مشیر داشتیم، بنی احمد داشتیم، پزشکور داشتیم، آدمایی که از حقوق مردمشون هم دفاع میکردن. و در همین دورم در مجلس ششم قورغانی داشتیم، علی اکبر موسوی خوینی داشتیم، خانم حقیقت جو، خیلی ها بودن که در حوزه نمایندگی از حقوق موکلانشون دفاع میکردن. اما این مجلسی که الان روبروی ماست واقعا این مجلس آبروریزی و فضاحته. اساسا بس بستر این آقای نوریزاده که این حکومه، این نظام، حالا یکی دو نفر چهار تا حرف هم زده باشن در مجلس در یه دوره معینی، چه مجلس ششم چه مجلس دیگه ایش و هر دوره ای فرق نمی کن. اساسا در چنین نظامی میشه مجلسی به وجود بیاد که
نمایندگی بکنه مردم رو، یکی این، و بعد بس بر سر توقع از این مجلس نیست. الان وضعیت به جای رسیده که این مجلس داره راجع به اتاق خواب مردم هم تصمیم میگیره. آقای چالاکی، و این برش هم واقعیش نیست. این چرا؟ عرض کردم خدمتتون، گفتم این مجلس فعلی مجلس قلابی است، نمایندگانش نمایندگان ولی فقیه، نه مردم. اما اینو ما یادمون نره، در تمام دورهای تاریخ ما مجالسی بودن که شاید به اون شکلی که ما دلمون میخواد دموکراتیک انتخاب نشدن، ولی آدمای حسابی هم توش ظهور کردن. اینو از یاد نبریم. یعنی ما نمیتونیم کلا، خیلی خوب، ما مخالفیم با رژیم جمهوری اسلامی، اما اگر در همین رژیم جمهوری اسلامی در مجلسش چهره هایی بودن، ببینید من نمیخوام اینجا بگم چون آقای خوینی رو میشناسم، اما ماجرای زندان های پنهان جمهوری اسلامی رو ایشون فاش کرد، بالاخره یک کارایی در این مجالس شده، اما نمایندگان این دوره ذره غیرت و اهمیت ندارن، فقط فکر اینن که دوره بعدی دوباره انتخاب بشن که بتونن زمین بالا بکشن، امتیاز بگیرن، کمیسیون بگیرن. آقای سازگار، ریشه مشکل کجاست؟ ببینید این حکومت عینه سرطان عمل کرده، عینه اختاپوس آرام آرام آمده، حکومتی که با شعارهای بهترین وعده ها برای حقوق زنان آمده بود، بهترین وعده ها برای احزاب سیاسی و گروه های چپ و مارکسیست و هر چه که بود، ولی به مرور الان ما میبینیم دیگه مردم در اداره زندگی کاملا شخصی خودشون که دیگه مربوط به اتاق خوابشون میشه، این رو میبرن در صحن مجلس و قانون میگذارن که شما این کار رو میتونید بکنید، اون کار رو نمیتونید بکنید، یا هر چی که هست. چی هست قضیه؟ ریشه موضوع کجاست؟ والا در هفته گذشته واقعا یک فوریت طرح جلوگیری از وازکتومی و توبکتومی و مسئله جلوگیری از باردار شدن چه در مردان چه در زنان رو طرح قانونی داره این مجلس می‌نویسه که 3 سال تا 5 سال حبس براش بگذارن. اون وقت شما ببینید این چهره زشت دنبال روی از ولایت فقیه، مجلس بی شخصیت و بی لیاقت. من هم با دکتر نوریزاده موافقم، مجالس جمهوری اسلامی از مجلس اول تا مجلس نهمش خیلی مواقع بی شخصیت بوده. گاهی اوقات آقای خمینی گفت توی دهن چند تا نماینده میزنم، ساکت شدن، چهره های زشت دیکتاتوری و استبداد نشون داده شده. اما در بین این مجالس به نظر من مجلس فعلی یکی از بی شخصیت ترین و نادان ترین مجالس است که تا الان دیده شده. و این مجلس شما ببینید یک کلمه حرف نابخردانه و غلطی این آقای خامنه ای زده، یک تصوری معلوم نیست کی در ذهنش کرده ایران 150 میلیون جمعیت احتیاج داره. و شما ببینید این مجلس به جای اینکه برگرده یک کلمه بگه آقای خامنه ای شما آب برای ملت از کجا میخوای بیاری؟ 77 میلیون ایرانی داریم الان، 12 کلان شهر ما، تهران، کرج، اصفهان، مشهد، شیراز، اهواز، همدان، غیره، دچار تنش آبی هستن، مردم آب ندارن بخورن. به جای اینکه چاره اندیشی کنن مدیریت منابع محدود آب ما رو که بخش کشاورزی بخش اعظمشه و به دلیل سوء مدیریت در ذخیره سازی آب، در هدایت آب، در بهره برداری از آب به هدر میره و بیرویه بهره برداری از آبهای زیرزمینی و سطح الارضی باعث شده دریاچه های کشور هم داره خشک میشه، اصلا اکوسیستم ایران داره به هم میخوره، به جای اینکه برای مسائل اساسی چاره اندیشی بشه، اون وقت شما به قول شما آجان میخوان بذارن پشت در اتاق خواب مردم و به زور ببرن، به قولی یکی نوشته بود که با زنجیر میخوام ببرم به بهشت، با تفنگ هم میخوام ببرم مردم رو باردار کنم. و این مسئله ای که آقای چهارنگی به نظر من اوج نادونی، بیمسئولیتی و بدتر از اون چهره زشت دنبال روی از استبداد و دیکتاتور نادان کشور رو نشون میده. اما ریشه مشکل که میفرمایید از نظر من یکی از اصلی ترین ریشه ها این است که
مدیریت فقهی توان اداره یک کشور رو نداره. اداره یک کشور نیاز به مدیریت علمی داره. علم از دلش برنامه ریزی و چاره اندیشی در میاد، در حالی که فقها مردان بعد از عملن. در متد تفکر فقها برنامه ریزی و چاره اندیشی نیست. باید یک اتفاقی بیفته، بانک سرقفلی، بیمه، غیره، آقایون بیان حداکثر بگن مسئلهش چیه با متدی که دارن. اما این مدیریت علمی است که میتواند برنامه ریزی کنه و چاره اندیشی کنه. از اساسی ترین مسائل نظام جمهوری اسلامی مشکل تئوریکی است که داره. مشکل دیگرش همین توتالیتاریسم است که از دل اون بینش فقهی که آقای خمینی میگفت ما از قبل از تولد تا بعد از مرگ برای همه امور مسئله داریم. تصور غلطی که این آقایون از دین دارن. تصور میکنن پیامبر خدا. تصور درستش چی هست آقای سازدار؟ تصور درستش آیه قرآنی که خدا به پیغمبرش هم خطاب میکنه، میگه لست علیه به مسیطر، تو به مردم هیچ سیطره ای نداری. به پیغمبر خدا که حبیب اله العالمین بود بهش میگفت تو فقط وظیفه داری تذکر بدی، هدایت دست خداست، تو سیطره ای به مردم نداری، به تو چه؟ تعابیر قرآن با پیامبرش این گونه است. اون وقت آقایون پیدا شدن میخوان با زنجیر مردم ببرن به بهش و تصورشون است که دین که دعوتی است به خداوند یگانه، به هشداری است به زندگی بعد از مرگ، دین مساوی است. از دید آقایون یه تعداد احکام فقهی به قرون وسطا معطوف شده و تصورشون است که باید برن مثل یک حکومت توتالیتر بدتر از کمونیستا و فاشیستا در جزئیات زندگی مردم دخالت کنن و برای مردم تعیین تکلیف کنن چی بخورن، چی بپوشن، چجوری شادی کنن، چجوری زندگی کنن. حاصلش این است که اون وقت هم مردم رو در رنج و تعب و ناراحتی قرار میدن، هم اساسی ترین مسائل کلان کشور در واقع با نبودن مدیریت علمی لنگ میشه و مملکت الان خب داره اتفاقاتی درش میفته که خسارت هزاران ساله به کشور داره میزنه، مثل خوش شدن دریاچه ها و رودخانه ها و غیره. آقای نوریزاده، آقای سازگارا اشاره کردن به تصور غلط آقای خمینی از اسلام و تصور درست دیگه‌ای که وجود داره. میدونیم که به هر حال برداشت های مختلفی وجود داره، اما الان داعش در اون سوی مرز ایران هست و سر میبره، سرهای بریده رو هم نشون میدن، به هر حال قتل انسانه به طرق مختلف. آنچه که آقای خمینی آمد و بلافاصله انجام داد چیزی کمتر از داعش نداشت. درسته. یعنی بر پشتبام‌های مدرسه علوی امیران ارتش ایران رو گرفتن و آنچنان عرض کنم خدمتتون تیرباران کردن بعد از هیچ محاکمه. من عکس‌هایی دارم، حالا نمیدونم تینای عزیز پیدا میکنه الان با بذارم، بانویی که داره چنان فرار میکنه از دست مسلمانان آمده با آقای خمینی که این تصویر تکان دهنده است هستن وقتی میبینید، و کارهای دیگه‌ای که کردن کمی از داعش نداشت در اون زمان. حتی کسانی که از تحصیل کرده بودن با آقای خمینی آمدن، بسیاری دیگه افرادی که با آقای خمینی نبودن، وکیل بودن، وکیل دادگستری، وکیل همه چی، صدایی در نیومد که این کارها خلاف اسلام است. از هیچ مرجع شناخته شده صدایی در نیومد آقای نوریزاده که بگه این درست نیست، این کارهایی که انجام میشه بر خلاف اسلام. مگر بعدها آقای منتظری یا همون کاری که در سال 67 در زندان کردن کم از داعش نداشت، گیرم اونا سر میبرن، اینها تیربارون کردن. آقای چالنگی سرم بریدن، مگه سر زندیا دکتر بختیار رو نبریدن؟ بله. مگه سینه فریدون فرخزاد عزیز رو چاقو باران نکردن؟ مگه گلوی دکتر بلومند رو نبریدن؟ ببینید این رژیم، اون تفکری که من بهتون گفتم، فتنه‌ای که سید رولای مصطفوی پایه‌گذار شد همین بود. خشونت وقتی با معیار دین توجیه میشه شیعه و سنی نداره.
در عراق گروه اصحاب اهل حق همین دیروز پریروز رفتن 9 نفر یه خانواده سنی رو در عراق سر بریدن و همینطور میرفتن خلبانای عراقی رو میکشتن. همین گروه آقای آمری، فیلق بعد، سپاه بعد، گروه همه اینا تربیت شدگان اینا از پستان ولایت فقیه نوشیدن و به همین دلیل این وضع رو داریم در عراق مشاهده میکنیم. دروی یه سکن اسلام ناب انقلابی محمدی بن لادنی، اسلام ناب انقلابی محمدی ولایی و اسلام ناب انقلابی محمدی کراواتی همشون سر در یه آخر دارن، همه در نهایت یه چیزن، دین رو وسیله میخوان برای به قدرت رسیدن و چون در قدرت نشستن با دین جنایات خود رو توجیه میکنن. هرگز در مصر حکومتی قبل از محمد مرسی نیامده بود که آدم کشی رو با معیار دین توجیه کنه. من الان براتون یک چیزی میگم، اطلاعاتی آقای مرسی از کاخ ریاست جمهوری برای جمهوری اسلامی میفرستاده که حالا در دادگاهش مطرح خواهد شد با مدرک، که این اطلاعات باعث کشتن آدم ها در لبنان شده. بله. میخوام بهتون بگم اینا همه با هم، داعش سوریه دستش تو دست قاسم سلیمانی و علی دوباست، برای اینکه داعش سوریه هر جا اسد کم میاره میاد، نیروهای سوری میرن کنار، اینا میان ارتش آزاد رو میزنن، بعدم اسد میگه نگاه کنین بدائل من اینان، آلترنتیو من اینان که سر میبرن. و در عراق هم این مالکی بود که باعث رشد داعش شد، ولی مردم سنی عراق داعش رو اصلا خودشون زدن، عشایر داعش و تندروهای القاعده رو لت و پار کردن در سال 2010 بعد از اینکه آمریکا یا اون گروه های اگه یادتون باشه درست کردن صحوه رو، اینا اومدن اینا لت و پار کردن. ولی در پرتو قدرت گرفتن اسلام ناب انقلابی محمدی ولایی و نخست وزیری که در عراق وقتی میره دیدن آقای خامنه ای کروات رو باز میکنه نعلین میبوسه، این شد که الان داریم میبینیم. دروی سکه اینا هر دو یکی هن. میگن اسلام ولایی انتحاری نداره، بدتر از انتحاری داره. حالا اون بری انتحاری دارن، اینا انتحاری بدتر دارن. و همین اوضاعی که امروز در ایران ما دچارش هستیم، متاسفم در ایران آبرویی دیگه برای مذهب نمونده، مردمی که مؤمن بودن اعتقادی دیگه ندارن، وقتی دارن میبینن یک نادانی به نام حجت الاسلام کاسپیان میاد میشین تو تلویزیون و به مردم میگه آقا باید شما یه 14 تا بچه به برکت 14 معصوم یا 12 تا به برکت 12 امام اگر حالا مثل آقازاده ما بیهمتیم 5 تا اقلا داشته باشیم. ببینید وقتی تعالیم این دین، این آیین که مسلط بر ما اینه و همون آقای خمینی بود که جمعیت ایران رو 2 برابر کرد در حالی که ما با اون جمعیت کم چه اقتدار و چه اقتصادی داشتیم. بله. اقتصاد سال 56 ما اقتصاد رشد 2 رقمی بود و اینا اومدن اقتصادمون رو نابود کردن، اخلاق جامعه رو نابود کردن. خودشون اعتراف میکنن 4 میلیون معتاد داریم، اونم رفتارشون با زنان کشوره، فحشا، بیکاری، گرانی، تمام اینا رو بذارید کنار هم دیگه، از برکت دکانداران دینه که اسلام رو نابود کردن، مذهب شیعه رو نابود کردن. امروز شیعه بدنامترین مذهب دنیا شده. چرا؟ به خاطر عملکرد اینا. امام زمان رو مسخره کردن، مذهب رو مسخره کردن. امامزاده بیژن وقتی درست میکنن، خب سنی ها میشنن به ما میخندن قربونه. نه حالا اسمش که مشکلی نیست، خود امامزاده اسمش که لزوما نباید عربی باشه. نه نه مثلا عربی نیست، مثلا مسخره است. یه دونه اماری و هم دارن دور خیابونا میگن این زری امامزاده بیژنه، بیایم پول بدیم. بله، حق بازی، حق بازی. تولیدات امامزاده بعد از انقلاب خب خیلی زیادتر، 9000 تا. بله 9000 تا امامزاده جدید. آقای نوریزاده شرکن، آقای محمد مرسی یکی از اتهامات رسمی که متوجهش هست همین جاسوسی یا فرستادن اطلاعات به سپاه پاسداران هست و به جای دیگه. حماس هم در این قضیه نقش داشته، سازمان فلسطینی حماس و کارهای دیگه که حماس مربوط بود.
روزی به این مسائل حتما در برنامه میپردازم. آقای سازگار، آقای خمینی رسما اعلام کرده و میگو کسی هم اعتراض نکرد که خود پیامبر چنین کرد، چنان کرد، خون ریخت، آدم کش، امام اول شیعیان چنین کرد، کش، و اگر مسیح هم میموند اون هم میکشت، آدم میکشت و اینها، در توجیه اقداماتی که کرده بود. نمیخوایم به بحث‌های تاریخی و گذشته برگردیم که مربوط به الان میشه، اما پرسش اینه، پرسش همیشگی، اونها روحانیتی که مخالف همه این چیزا هستن، شاید نباشه اصلا کسی، ولی اگر هستن و شما سراغ دارین چرا ساکتن؟ چرا میترسن؟ چرا حرفی نمیزن؟ نه به خاطر مردم، به خاطر آنچه که آقای نوریزاده گفت و شما میگید و همه میگن که اسلام آبرو و اعتباری یا مذهب شیعه آنچنان که پیش از انقلاب داشت. پیش از انقلاب کسی برای مرجع تقلید هم جوک نمیساخت، الان برای امام، امامزاده، برای همه نسل جدید جوک میسازن. بفرم آچرنگ، اجازه هستش من یک نکته رو راجع به ایران عرض بکنم، چون بحث داعش و عراق شد. تحولی که پریروز اتفاق افتاد به نظر من تحول خیلی مهمی است و اون سفر آقای مسعود بارزانی به کرکوک بود و اینکه صحبتی که ایشون با جان کری کرد و در واقع گفت دیگه عراق، بله، عراق یک پارچه رو ما دیگه خیلی علاقه بهش نداریم و در واقع بحث استقلال کردستان عراق هست، که آقای پرز رئیس جمهور اسرائیل هم از این دفاع کرد و گفت که ما کردستان اگر دولت بشه به رسمیت خواهیم شناخت. بله، اسرائیل چون اینو اگه اجازه بدین آقای سازگار حتما، چون برمیگردیم به مسئله عراق بعد از این مسئله میشه. به هر حال به نظر من این ماجرا کشمکش بین ایران و اسرائیل رو وارد فاز جدیدی خواهد کرد، یعنی ایران که در سوریه و لبنان همسایگی اسرائیل جمهوری اسلامی خیمه زده و از اونجا تحریک میکنه، حمله میکنه حتی به اسرائیل، اگر کردستان جدا بشه و ارتباطات وسیعی با اسرائیل داشته باشه، اون وقت اسرائیل هم امکان پیدا میکنه در همسایگی ایران باشه. ولی برگردیم، اشکالش چه خواهد بود؟ اشکالش از نظر من اشکالش این است که یک دشمنی ریشه‌ای که جمهوری اسلامی دشمنترین کشور دنیا با اسرائیل جمهوری اسلامی است و متقابلا دشمنترین کشور با جمهوری اسلامی هم اسرائیله. در نتیجه این دعوایی که بهاش رو مردم ایران پرداختن در این 30 ساله، دودش به چشم مردم ما رفته، بسیاری از منافع ملی ما قربانی شده، وارد فاز جدیدی میشه که درگیری های نظامی و غیره هم ممکنه بهش اضافه بشه و به هر صورت مناطقی از کشور ما هم در صف اول این درگیری قرار میگیرن که به قدر کافی آسیب پذیر و خودشون فقیر و گرفتار هستند. عرض که راجع به مطلبی که فرمودید آقای چالنگی، ببینید به نظر من در یک نگرش کلان یک کمی دورتر بیستیم و نگاه بکنیم کل دنیای اسلام رو، دنیای اسلام نتوانسته با دنیای مدرن هنوز کنار بیاد. جوهر دنیای مدرن که عقلانیت مدرنه جا نداره در تفکر مسلمین هنوز. به همین دلیل بینش‌های فقاهتی که هرچه هم متحجرتر شدن سوار زین اسب تفکراتی شدن مثل اون کتاب دورانساز سید قطب از بنیانگذاران اخوان المسلمین، جاهلیت قرن بیستم، یا کتاب اورینتالیزم ادوارد سعید، که اینها در دنیای اسلام از جمله ایران تأثیرات بزرگی داشتند و در واقع یاد مسلمین دادند که اگر نمیتونید به دنیای جدید برسید، اگر نمیتونید با دنیای جدید آشتی بکنید، اصلا نگران نباشید. اونا جاهلیت قرن بیستم، غرب به انحرافه، همشو بعد انداخت دور، اونا فاسدن، اونا به درد نخورن و توطئه میکنن با شرق شناسی همه چیز، ما خیلی خوبیم، عیبی ما نداریم، این اگرم گرفتاری داریم حاصل توطئه استعمار و امثال هم. ببینید این نگرش که به قوت نزد آقای خمینی و آقای خامنه‌ای الان
شما میتونید هست. آل احمد، آل احمد هستن. تاریخ معاصر که از اون شد برگردیم، اصلا همین چیزی که این آقای صدیقی گفته جوکه، ولی که جنازه شیخ فضل الله نوری سر دار قرآن میخون، اون شب تا صبح هم جنازه داشته مرده بوده ولی قرآن میخونده. شیخ فضل الله نوری نزاعی که با سید محمد طباطبایی و روحانیون مشروط خواه داشت، ریشش در واقع از اولین علائم همین گرفتاری در دنیای اسلامه. شیخ فضل اللهی که تاریخ نقل میکنه از روسا رشوه گرفت تا خراب کردن قبرستون مسلمان‌ها رو حلال بکنه و بغل دست ممدلیش‌ها نشست برای اینکه مشروطه‌خواه رو بکشن و حالا انتقامش رو از ما میخوان بگیرن این آقایون. ببینید در جمهوری اسلامی هم از روز نخست در واقع همین دعواها بود. من اینجا انصافا از امثال آیت الله شریعت مداری که این جمله ایشون معروفه که گفت که این انقلاب یه شهید داشت، اونم خود اسلام بود، یا مراجع دیگه‌ای که آقای خمینی مرجع کشی رو ایشون باب کرد، مثل آقای روحانی شیرازی. آقای سازگار الغازی تاریخش طولانی است، حرف من خیلی خلاصه است، اینه که چرا روحانیتی، ببین آقای شریعت مداری این حرف رو زدن، منتها زمانی زدن که فایده نداشت. یعنی اون زمانی که همون روز اولی که بر بالای پشتبان مدرسه علوی اعدام میکردن آیا بر موازین شعر بود یا نبود؟ سکوت آقای شریعت مداری و بقیه یعنی تایید بدون هیچ تعارف. حالا من ببینید بس فصل این سکوتی که الان هست این رو بفرمایید، وگرنه البته همون اعدام اصلش متاسفانه طولانی است. من چون عضو نهضت آزادی ایران بودم در اون مقطع، الان نیستم، همون موقع نهضت آزادی که دولت بازرگان دولتی بود که بیشتر از همه نهضت آزادی بود مخالف بود، اعتراض کرد. پیشنهاد این بود که رجال شاه رو در یک دادگاه علنی بین المللی مثل دادگاه نورنبرگ با وکیل و غیره محاکمه بشن، اگر جرمی دارن استگی بشه. و اون جنایت کرده بودن بفرمایید. به هر حال شاه هم ساباک داشت، همچین معصوم معصوم هم نبود. نه خیر، ولی مثل آلمان هیتلری که نبود که 700 نفر فقط در زمان انقلاب در خیابون‌ها کشته شده بودن. بله ولی همون... به هر حال با آلمان هیتلری که مقایسه نمیگه الان بفرمایید. بله بس مقایسه نداریم، همون موقع هم به هر حال یکی از وجوه انقلاب این بود که این رجال مثلا اشتباهی کردن، گناهی داشتن. این کشمکش از روز نخست بوده، در واقع برید عقب‌تر این کشمکش از مشروطه تا الان بوده، نه در ایران، در همه دنیای اسلام بوده. یعنی یک نوع بازسازی دینی، نوع اندیشی دینی که بتواند اسلام رو با دنیای مدرن آشتی هنوز در جانه، ولی از اون طرف تفکراتی که پشت میکنه به دنیای مدرن و به یک اسلام فقاهتی پناه میبره و اون رو میخواد حاکم کنه رو در روی داره. در ایران بدون شک این اسلام فقاهتی متحجر و پشت به دنیای مدرن حاکم شده، آنچنان که در همه دنیای اسلام هم میبینید که بخشیست که به زور و اسلحه و آدم کشی داره در واقع خودش رو نشون میده و آبروی دین و دیانت رو به طور اعم چه برسد به اسلام مسلمین رو در واقع برد. بله آقای سازگاره اشاره کردن این بحث بسیار مفصله، این که نهضت آزادی خواستار محاکمه در دادگاهی مثل نورنبرگ شده، خود همین ابعاد هر چه که بوده اشکالات زمان شاه یا هر کسی دیگه ای رو ابعادش رو خیلی وسیع تر ارائه دادن، مثل آقای مقدم مراغی که آمد و گفت درآمدهای نفت ایران رو به 5 تومانی تبدیل کنیم، دور زمین رو میشه باش 10 بار یا 20 بار چرخوند و این پول رو مثلا حکومتگران و شاه و بقیه میدوزن. همین که دادگاه نورنبرگ در حکومت قبل از انقلاب حتما اشکالاتی وجود داشت، ولی نه اینکه وقتی خواستار دادگاه نورنبرگ میشیم تلویحا داریم به مردم میگیم که آنچه که شده مثل جنایات هیتلری. سپاسگزاریم آقای نوریزاده عزیز، با سپاس از شما و همینطور از آقای دکتر سازگارا در واشنگتن، امیدواریم این بحث ها بحث‌های ناتمام مونده در این برنامه در برنامه‌های آینده حتما ادامه بدیم، از جمله درباره برنامه اتمی. با سپاسی بسیار و با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، کوهساران دراگ، الوند، کوه زاگرس و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.